هنر دوستا، خوش اومدید به کانال من. امروز میخواییم درباره تونالیته صحبت کنیم. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. برای تمرین این جلسه به مدادهای معمولی که در دسترس داریم، یعنی مدادهای HB و کاغذ نیاز داریم. حتی سفید بودن کاغذ هم برای ما مهم نیست. اولین چیزی که درباره تونالیته بخواییم بهش اشاره کنیم، تعریف تونالیته است. تونالیته یعنی درجه بندی تیرگی و روشنی رنگ ها، یعنی طیف های رنگی که از رنگ تیره شروع میشه و به رنگ روشن ختم میشه. تعریف تونالیته اینه. حالا اگه بخوایم تونالیته رو برای سیاه قلم و طراحی با مداد در نظر بگیریم و تعریف کنیم، شامل یک طیف رنگی میشه که از رنگ مشکی شروع میشه و این مشکی کم میشه تا به رنگ سفید میرسه. کاربرد تونالیته چیه؟ خب اصلی ترین کاربرد تونالیته سه‌بعدی کردن طراحی ها و سایه زدن ها و همچنین پله‌ای کردن سایه ها. یعنی مثلا برای طراحی با مداد ما از رنگ مشکی مستقیم به رنگ سفید نمی‌رسیم. یک طیف خاکستری بین رنگ مشکی و سفید هست که ما اینو تونالیته میگیم. مثلا وقتی بخوایم یک شیء و سایه بزنیم، مثلا یک کره رو سایه بزنیم، یک توپ رو سایه بزنیم، وقتی داریم تیرگی اضافه میکنیم، در کنار اون تیرگی مستقیم به روشنی نمیرسیم. ما اون تیرگی رو ادامه میدیم، کم رنگ میکنیم از درجه تیرگی تا به رنگ روشنی برسیم، یعنی پله پله. خب بریم سراغ مهمترین نکته این جلسه، تمرینات تونالیته. که بخوایم تونالیته چطوری تمرین کنیم؟ خب برای تمرین تونالیته من یک سری جدول طراحی کردم. همینطور که توی صفحه میبینید یک سری جدول طراحی کردم، 4 جدول طراحی کردم، شماره گذاری کردم و میخوام که تمرینات تونالیته رو داخل این جدول ها انجام بدم. اولین جدول رو نگاه کنید که من جدول رو به 3 خونه تقسیم کردم. شماره گذاری کردم خونه شماره 1، شماره 2 و شماره 3. خب چطور این تمرینات رو انجام بدیم؟ به این صورت که خونه شماره 1 در نظر میگیریم برای تیره ترین حالت ممکنی که مداد میتونه به ما بده. خونه شماره 3 برای روشن ترین حالت ممکن. پس خونه شماره 3 سفید میمونه که روشن ترین حالت ممکنه و خونه شماره 1 تیره ترین حالت ممکنی که مداد هم میتونه به من بده رو سایه میزنه. یه نکته ای بگم که ابتدای این کار شما دیدی که من وقتی طراحی میکردم یه چند بار برگشتم و خطوط پشت سر رو اون مابینه‌ای که جمع مونده بود رو پررنگ کردم. 3 نکته مهم که برای این تمرینات تونالیته باید رعایت کنیم اینه که اولین نکته و خیلی مهمی هم هست اینه که باید حین سایه زدن خطوط رفت و برگشتی کامل به هم منطبق باشن. اگه اینطور نباشه شما در نظر بگیرید که من مدادم رو در دست میگیرم، دارم سایه میزنم، خطوط رفت و برگشتی به هم منطبق نیستن و اینجا فضای خالی بین سایه زدن های من مشخص میشه. دومین نکته‌ای که باید در نظر بگیریم، زاویه دست رو تغییر ندیم. مثلا همون جور که می‌بینید مثل این باز فضای خالی بین سایه‌های ما پیدا میشه. در نکته دیگه که باید رعایت کنیم، فشار دست ما برای هر خونه یکسان باشه. مثلا من دارم خونه شماره 1 رو طراحی می‌کنم، فشار دستم اینجوریه. که مدادم شکست. نکته اول این بود که خطوط رفت و برگشتی به هم منطبق باشن. نکته دوم این بود که زاویه دستمون تغییر نکنه تا بین
سایه هامون فضای روشن ایجاد نشه. و نقطه سوم این بود که فشار دستمون یکسان باشه، که تیرگی خیلی بالا و خیلی پایین نداشته باشیم و برای هر خونه فشار دستمون یکسان باشه. بریم ادامه جدولمون که داشتیم کار میکردیم. تیره ترین حالت ممکن، روشن ترین حالت ممکن، بین تیره ترین حالت ممکن و روشن ترین حالت ممکن یک حالت خاکستری سایه میزن. خب حالا برای جدول بعدی. جدول بعدی ما تعداد خونه هامونو بیشتر کردیم که طیف های خاکستری بیشتری داشته باشیم، یعنی تیره ترین حالت، روشن ترین حالت و ما بین اینا رو به 3 خونه تقسیم کردیم که بتونیم طیف خاکستری بیشتری داشته باشیم. حالا تیره ترین حالت ممکنمون رو سایه می‌زنیم. من سرعت ویدیو رو زیاد میکنم که حوصله‌تون سر نره و همینجوری سایه ها رو اضافه میکنیم و از خونه 1 به سمت خونه شماره 5 که حرکت میکنیم همینجوری تیرگی ها رو کمتر میکنیم تا به روشنی برسیم. همینطور که از 1 به سمت 5 حرکت میکنیم فشار دستمون رو کمتر میکنیم که تیرگی کمتری داشته باشیم و سریعتر به روشنی برسیم. یعنی برای هر خونه نسبت به خونه قبلی فشار دست کمتری ما به مدادمون وارد میکنیم. همین روند سایه زدن رو ادامه میدیم تا وقتی که به خونه شماره 5 که سفیدترین حالت ممکنه برسیم. توی جدول‌های بعدی تعداد خونه‌ها رو بیشتر کردیم که طیف خاکستری بیشتری داشته باشیم. هرچه تعداد خونه‌ها رو بتونیم بیشتر کنیم برای تمرین کردن برای ما بهتره. این تمرینات رو مثل همون دوتا جدول بالا پیش ببرید. مورد بعدی که بخوام بررسی کنیم تونالیته بدون جدول هست. خب اینجا رو در نظر بگیرید. بالا تیره‌ترین حالت ممکن داره و پایین روشن‌ترین حالت ممکن. من از بالا شروع می کنم به سایه زدن تا به پایین بدون جدول. این بار فشار دستم رو کمتر می کنم، طیف خاکستری رو رعایت می کنم، از تیرگی به روشنی حرکت می کنم ولی بدون وجود جدول بندی. شروع می کنم به سایه زدن از بالا، یعنی از تیرگی به سمت روشنی سایه می زنم و هرچی که به سمت پایین تر حرکت می کنم فشار دست رو کمتر می کنم که مداد تیرگی کمتری به من بده نسبت به خط بالاتر. حالا این تمرین رو اینجا هم تکرار میکنیم، از تیره به سمت روشن حرکت میکنیم. باز شروع میکنیم به سایه زدن و اصول تونالیته رو رعایت میکنیم، از بالا از تیرگی به سمت روشنی حرکت میکنیم، سایه میزنیم و هرچی به سمت پایین تر حرکت میکنیم فشار دستمون رو کمتر میکنیم که تیرگی کمتری مداد به ما بده. حالا تمرین تونالیته بدون جدول بندی رو برای جهت افقی انجام میدیم. همینجا شروع میکنیم به سایه زدن، فشار دستمون رو کمتر میکنیم و این سایه زدن رو ادامه میدیم تا وقتی که به روشنی برسیم. بهتره که ما این تمرین رو در جهت‌های مختلفی انجام بدیم، یعنی به صورت عمودی، افقی یا هر جهتی، حتی میتونیم به صورت مفرب انجام بدیم. چون برای ما مفیده، برای سایه زدن هر اشکالی ممکنه ما به جهت‌های مختلف تونالیته نیاز داشته باشیم. یک نکته که باید بهش اشاره کنم، بعضی از دوستان تونالیته رو از روشنی به سمت تیرگی پیش میبرن. ولی به نظر من اصولی ترین روش اینه که از تیرگی به سمت روشنی حرکت کنیم. چون که مثلا وقتی ما میخوایم یک چیز سایه بزنیم، مثلا خط پلک و سایه بزنیم، اون تیرگی که اضافه میکنیم تیرگی رو میبریم بالا تا به جای روشن برسیم و اونو محو کنیم و همچنین یا به سمت پایین میریم تا اونو محو کنیم. این تمرینات رو حتما انجام بدید و اگه انجام دادید از طریق راه ارتباطی که توی توضیحات قرار دادم تمرینات رو برای من بفرستید که براتون رفع اشکال انجام بدم. لایک، سابسکرایب و نظر دادن فراموش نشه و همچنین توی کامنت ها برام بنویسید که بیشتر به چه آموزش هایی نیاز دارید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید.